آیا شرمساری سقوط کابل و از دست دادن سربازان آمریکایی قابل فراموشی است؟ در این ویدیو به بررسی اظهارات لیزا مکلین، عضو مجلس نمایندگان آمریکا می‌پردازیم که سقوط کابل و کشته شدن سربازان آمریکایی در جریان خروج شتاب زده از افغانستان را شرمساری توصیف کرده است. او معتقد است که این وقایع نباید از یاد بروند. 3 سال پیش و در جریان روزهای پایانی خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان، در 4 سنبله سال 1400، یک حمله انتحاری در فرودگاه کابل رخ داد که منجر به کشته شدن 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی شد. این رویدادها باعث بروز انتقادهای شدید علیه اداره جو بایدن و نحوه مدیریت خروج نیروها از افغانستان شد. در حسد سال 1400، با فرار اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان، طالبان بر کابل تسلط یافتند و نظام جمهوری در این کشور سقوط کرد. این وقایع همچنان به عنوان یکی از تلخ‌ترین لحظات در تاریخ معاصر افغانستان و آمریکا باقی مانده است. نظر شخصی من، این وقایع نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای تمام جهان یادآور یک تراژدی بزرگ و از دست رفتن بسیاری از جانهای بیگناه است. این لحظات تلخ نباید به دست فراموشی سپردشون و باید به عنوان درسی برای آینده باقی بمانند. سوال از شما، آیا فکر میکنید که این شرمساری باید به عنوان یک نقطه عطف در سیاست خارجی امریکا در نظر گرفته شود؟ نظرات خود را در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید.